شد. برای سلامتی آقا کیوان سلام. کیوان پات. آقا کیوان جان، اینجا یه پا داریم، دو پا داریم، یه پا داریم، همه جوره داریم، ولی هممون کیوان. سلام. سلام مادر چطوری؟ سلام مامان. بابا حداقل یه روزی هستن. بابا نیست بیا بگی اصلا تمام یواش کاش نه و نمیافتم. مبارکت باشه. چی خوبه؟ راحتی بابا. یواش یواش عجله نکن. آها اصلا بشینم. سلام علیکم. چه دختر خانم خوشگلی. ببینم من یادت میاد؟ نه؟ یعنی نمیدونی من کیا؟ ببارش بیا دیگه دختر من یادش نمیاد. این چه حرفی میزنی مادر؟ داری میبینی دیگه چه حرفی؟ بازم ممنون که اومدی. خدافظ زنده. کیمیا آرش داره میره، چمدوناشو بسته. داره میره؟ آره، بعد از این میتونی با خیال راحت اونجوری که دلت میخواد بچه تو بزرگ کنی. امین کجایی تو؟ پیمانو ندیدی؟ من چه میدونم پیمان کجاست مامان، وایسید میاد دیگه. آقا جون روش باشید، کیوانو باید بیاد ببینید. چی شده؟ یه پا مستویی گذاشتی از روز اولش رو بهتر را میده. خدا روشون. خدا روشون. نرگس جان خاله تو با این بچه اذیت میشی، کاش نمیومدی اصلا. خاله جان فعلا اصل کاری ما رو قال گذاشته، حالا بذاریم ببینیم میاد. خاله همیزم نمیخوای معرفه من گوش بدی. میدونم چی میخوای بگی. این رفتارای پیمان یه معنی داره. وقتش برسه همه رو ازت میگیرم. یالله سلام. علیکم سلام. معلوم هست کجا؟ یه ساعت همه منتظره قرار هفت اینجا باشی. نه به من گیر میدم پیمان کو پیمان کو. من دفتر بودم، نشسته بودم، یکی از موکلا اومده بود حرف میزد، منم مجبور شدم به درد دلش گوش کنم. سلام آقا رضا، خوبی امو؟ قربونت برم. آقا پیمان جانم، همین منتظر شما رو. بفهمین لباستون عوض کنیم، مردم منتظرن. قرار جایی بریم؟ چه چونه پیمان، چرا این بیچاره رو بازی میدی؟ چه بازی میدم؟ مادر شما گفتی بیا خونه، گفتم چشم. گفتی میخوایم بریم خواستگاری، گفتم بفرمایید، خوش بگذره. آخه مثلا اینه که بدون شما خوش نمیگذره. صبر کن فرشید. موضوع چیه پیمان؟ من فکر کردم مادرت از سیر تا پیاز ماجرا رو برات تعریف کرده. کرده یا نکرده؟ مادر من که اصلا به نظر من نیازی نداره که، ماشاءالله استادیه برای خودش، هم میبره هم میدوزه هم همه کار میکنه. خب نظر شما چیه؟ یعنی که نمیخوای ازدواج کنی؟ یعنی الان وقتش نیست. کی وقتشه؟ من الان هزار تا گرفتاری دارم، به شما هم لازم نیست توضیح بدم. چه گرفتاری؟ بگو. چه گرفتاری؟ شما نمیدونین شغل من چیه؟ واقعا نمیدونین چیه؟ من دفتر وکالت دارم، دو روزه گرفته، با چند تا شرکت بزرگم دارم قرارداد میبندم، نمیخوام از دست بدم این موقعیت ها رو. بعدم همه این کارا رو که سر و سامون بدم، انشالله میخوام برم جبهه. داداش شما ازدواج کن، جبهه رفتنت با ما بستتونه دیگه. پیمان مادر من عذر میخوام، ببخشید، باید روشنتر به شما میگفتم که اصلا برنامه نذارید. من از کاری تو سر در نمیارم پیمان، بشین با مادرت حرفاتو بزن. اینجوری هم خانوادت و دیگران رو زابران میکنم. بشم بشم زابران کنم. پیمان خاله میخواییم بگم مشکل چیه؟ من فرشید یه فکری کردیم. البته اگه موافق باشین. نمیدونم، اصلا نمیدونم. بفرما با فرشید، ناز خواستگاری هم شد.
عجله داری شما؟ من؟ آره به من چی هست؟ نهیم هندن اگه هست؟ نه نهیم پیمانو میشنستم بوه بره داستان چیه جا میزن؟ این دفعه دیگه نمیتون بسن خوبی دار بشن فکر سلام 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 چطوری؟ خوبی؟ آره این چطوره؟ چه خبر؟ پرچمه میکشونی اینجا؟ هزار تا کار داشتم چیه؟ راست کن میگم خب چی هست؟ دو جلد از کتاب کیمیا خب یعنی برای این منو کشوندین اینجا؟ پیمان اون همه خاطره تبدیل شده به یه رمان رمانی که خط به خطش ماجراهای واقعیه جالب نیست؟ چرا خیلی جالبه فقط من نمیفهمم چرا وقتی شب دوره همیم نمیاریم بدین وسط روز هزار تا کار داشتن خب نه دیگه امتیازی که ما داریم نسبت به بقیه مردم این که نویسنده آشنامونه من که ترجیح میدم کتاب از دست خود کیمیا کادو بگیرم حالا تو رو نمیدونم جانم اما حافظ پیمار وایسا چیه؟ پیمار چیه؟ وایسا چیکار داری میکنی؟ حواست به خودت هست؟ منظورت چیه؟ منظورم بلا تکلیفیه که با خودت داریم داری عیب رو من میذاری؟ عیب که داری یکی هم نه چند تا بی نصب شدیم از شهر فرار میکنی میری جبهه از جبهه برمیگردی سنگر میگه تو دفترت همه کارات نصف نیمه مونده پیمان یه چیزی هست که داره رو دلت سنگینی میکنه به من نگی من نمیدونستم تو روانشناسم هستی ببینم نکنه این بار مادرم دست به دامن شما شده چرا راست نیستی با خودت چرا حرف دلتو نمیزنی من نمیفهمم چی داری میگی برای خودت بعد حدس میزدم تو اون نرگس این خواب برام دیدی آره این خواب خوب برات دیدیم که از بیدار بودم با این وضعت خیلی بهتره نگاش کن از آرش چی دار شده اونم که برای همیشه گذاشته رفته بذار برای بعد چی برای بعد ببین پیمان این دختر بعد این همه مصیبت که کشیده حقش زندگی آروم داشته باشه میفهمی خب داشته باشه مگه من مانع شدم آره تو مانع شدی با دست دست کردن تو مانع شدی بذار برای بعد چی برای بعد بعد کی دیگه قرار چی بشه بلیت میکنم سلام علیکم خوبی؟ حال شما خوبه؟ سلام عمو خوبی؟ قربونت برم آزاده خانوم حال شما خوبه؟ خیلی ممنون بفرمایید نرگس پایینه بفرمایید خدافظ خدافظ با اجازت من رفع زحمت میکنم خدافظ ایما سلام چطوری؟ خوبی؟ تو خوبی؟ ببینم اینجا داری میخوابه دیگه جون کیمیا خانم بله اینم کتاب شما نرگس نرگس من چجوری از تو آقای نکنم تشکر تیمانو ندیدی؟ چرا؟ دیدمشون دمه در چی شد؟ چرا نگرش نداشت؟ میخواستم کتاب از طرف تو هدیه بدم به فیما گفتم شاید اونم مثل من دوست داره از دست خودت بگیره البته من اگه جای تو بودم همین کارو میکردم خیلی یه کاری کنی بعد از دانشگاه بیا دفتر پیما منم میرم اونجا خب تو که داری تا اونجا میری زحمت کتابارم خودت بکش کیمیا خانم بهتره که هدیه رو آدم با دست خودش بده اینجوری قشنگتره باشه؟ باشه خوب شده نه؟ خیلی خیلی گفت
گفتم شاید اونم مثل من دو سر از دست خودت. البته من اگه جای تو بودم همین کارو می‌کردم. آخه یه کاری کنی از دانشگاه یه دفتر بگیر. من بهتره که هدیه رو با دست خودش بدم. اینجوری قشنگ‌تره. عیب که داری، یکی هم نه چند تا از شهر فرار میکنی میری جپه، از جپه برگرد میگه تو دفتر همه کارا نسید. او راست نیستی با خوده، چرا حرف دلتون نمیدونی؟ بگم چایی برات بیارم؟ چایی نمیخوام، جوابتو میخوام. تو فرشید امروز چتون شده؟ ببخشیم پسر خاله، من اومدم این سوال از تو بپرسم. معلوم است چت شده؟ تا کی میخوای دست دست کنی؟ تا کی میخوای غرورتو بندازی جلو و دلتو پشتش قایم کنی؟ بیچاره مادر من، ببین به کیا متوسل شده. اون از فرشید، اینم از تو. این حرفا رو از تو کدوم کتاب پیدا میکنی؟ شاید بتونی خاله معصومه اما حبیب گول بزنی، اما من فرشیدو نه. فرض کن مارم گول زدی، دلتو میخوای چیکار کنی؟ آخه شما دوتا خوابنما شدید. آره خوابنما شدیم. خواب اون روزایی میبینم که عکس کیمیا رو میذاشتی تو کشو، تو هر موقع حرفش میشد دست و دلت میلرزید. خواب اشتباه بزرگ تو و خاله رو میبینم که به خودتون وعده میدادی اما یه قدم پا پیش نذاشتی. خواب آدمی رو میبینم که غرورش اجازه نمیداد حرف دلشو بزنه، چون فکر میکرد انقدر خوبه که طرفش تو انتخابش تردید نمیکنه. بله آقای نکونا، ببخشید من امروز مادرم قرار دکتر دارن، میتونم یه مقدار زودتر مرخص شم؟ ایرادی نداره. خیلی متشکرم، پس من خداحافظی میکنم. سلام. سلام. قرار داشتی شما قبلا؟ نه من هستم. بله هستم، فقط کسی پیششون هست، اجازه بس خواهم بشون رد. نه احتیاجی نیست، من منتظر میشم. بفرمایید پس، بفرمایید، با اجازت من مرخص میشم. از من انتظار داری چی کار کنم؟ چرا حرف دلتو به مامان تو بقیه نمیزنی؟ چرا به کیمیا نمیگی که بهش علاقه داری؟ فهمین مادرم یا؟ برای خودت میبری، میدوزی، میبری، هر کد دوست داری میکنی؟ میخوای کسی واسه نبره و ندوزه؟ خب خودت یه کاری کن. ممنون که به فکر من هستین. من الان کلی کار دارم، هفته دیگه هم باید برم جبهه. اول تکلیفتو با خودت روشن کن، بعد برو جبهه. تا جنگ هست، تکلیف من با خودم روشنه. کدوم جنگ پیمان؟ جنگ ما با عراق یا جنگ تو با دلت؟ من با خودم جنگی ندارم. چرا داری؟ با دلت جنگ داری، با غرور جنگ داری. اتفاقا این جنگ تو تلفات هم داده. کیمیا قربانی همین جنگه. بلا و مصیبتایی که داره سرش میاد به خاطر همین جنگه. بس کن نرگس. کیمیا به خاطر انتخاب غلطش گرفتار شد. آره، انتخاب غلطش به خاطر سکوت تو و بی‌عملی تو بود. کیمیا انتخاب کرد. بین من و آرش انتخاب کرد. اون وقت که من نگران سرنوشت پدر مادرش بودم، اون به ریاکاری آرش خان بله گفت. آره آره، اشتباه کرد. چوب اشتباهشم خورد. اما وقتی فهمید اشتباه کرده، دیگه حاضر نشد بره با آرش زندگی بکنه. جلوش وایساد، تمام مصیبت‌ها رو به جون خرید. اما تو چی کار کردی؟ وقتی فهمیدی اشتباه کردی، حاضر شدی قبول کنی؟ آره منم اشتباه کردم، ولی دیگه حاضر نیستم اشتباهمو تکرار کنم. من دلمو به بازاری نمیبرم که خریدار نداره. چی؟ نرگس خانم، کیمیا به من علاقه این نداره. پیمان خودت هم میدونی این حرف توجیه. انتظار داری اون دختر بیاد به ابراز علاقه کنه؟ تو چی؟ تا
تو چرا نمیری جلو؟ چرا ازش خواستگاری نمی کنی؟ آه نکنه میترسی غرور انقلابیت بشکنه؟ یا نه؟ چون اون یه بار ازدواج کرد و مسئولیت یه بچه به عهده‌ش دیگه اندازه تو نیست. کیه؟ آی مصطفی مگه نرفتی؟ آی مصطفی؟ کی بود؟ نمیدونم صدای در پس باز چی بود؟ پس چرا به من نگفتی اینجاست؟ من که نیومده بود که قرار بود خودش بیاد. تموم از این بیفکربازی های تو. پیمان چرا وایسادی؟ برو دنبالش. الان حرفاتو نزنی باید فراموشش کنی یا برو دیگه دیر میشه. برو حرفاتو بزن. بیا برو پیمان. الان رفت دیگه. کیمیا خانم، کیمیا خانم، سلام. سلام. ببخشید اصلا نمیدونستم قرار شما بیان. نرگسو که میشناسین کاراش حساب کتاب نداره. بفرمایید بفرمایید بریم بالا یه چایی آبی چیزی در خدمت باشیم. بله نرگس هیچ کدوم از کاراش حساب کتاب نداره. به منم گفته بود بیام کتابامو برای شما بیارم. که خب من کتابا رو گذاشتم بالا. حالا ببخشید من مزاحم شما شدم. ببخشید. کتابا رو دیدم. شما ببخشید. چرا من ببخشم؟ من چی باید ببخشم؟ مگر حرف بدی زدین که بخوام ببخشم؟ خداحافظ. من نمیدونم شما چقدر از حرفای ما رو شنیدید، ولی الان هر حرفی دارم دلم میخواد جلوی خودتون بزنه. آقا پیمان اونقدر که بعد میشنیدم و شنیدم حرفتون درباره خریدار و بازار و این حرف. من منظورم اصلا این چیزا نبود. نه اصلا اشکالی نداره. شما حرفای دیگه هم زدیم که خب خیلی راست بود. شما گفتین کسی که انتخاب غلط میکنه باید چوبشو بخوره. راست هم میگین. من اصلا یه همچین چیزی نگفتم. آره شاید من فقط منظورتون رو فهمیده باشم. شاید اصلا شما هنها خوشحالین از این که یه آدم ساده یه انتخاب غلطی کرده حالا داره تنبیه میشه. حقا هم دارین خوشحال باشین. این حرفا چیه؟ اصلا شما چرا دارید در مورد من اینطوری فکر میکنید؟ من چطوری فکر میکنم؟ شما بگین من بعد در به شما چطوری فکر کنم؟ من همیشه شما رو تحسین کردم. از همون روز اول، از اون ماجرای ساکه که از پشتمون ما با شجاعت برداشتین منو نجات دادین، از تلاش و تقلاتون برای شرکت تو کارهای انقلابی، از کنجکاویتون برای درک حقیقت، از صداقتتون برای اینکه حاضر نشدید به خاطر نجات جون مادرتون با زن شهرام معامله کنید. من همیشه شما رو تحسین میکردم. آقا به من خیلی ممنون از این همه تحسینتون. همین کافیه. من باید برم دنبال آزاده. خداحافظ. من هنوز حرفام تموم نشده. کیمیا خانم، همه همسن و سالای من، همون بچه های انقلابی، قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه اصلا به چیزی جز مبارزه فکر نمی کردیم. میدونید کیمیا خانم، من و هم نسلیام، همین بچه جوانای انقلابی، تا قبل از پیروزی انقلاب به هیچ چی فکر نمی کردیم جز مبارزه. دل بستن و عاشق شدن و ازدواج اصلا دغدغه‌مون نبود. میدونی اصلا با مبارزه و انقلابیگری جور در نمی اومد. ما یه عمری با منطق و استدلال و حرفای سیاسی بزرگ شده بودیم. به حرف دلمون نمیتونستیم گوش کنیم، یا اگه حرف دلمون رو میفهمیدیم نمیتونستیم بیانش کنیم. عاشق بودیم ولی رسم عاشقی رو بلد نبودیم. واسه همین کلاهمون افتاد پس معرکه و اونایی که زرنگتر بودن بازی رو بردن. کیمیا خانم ببخشید اگه حرف دلم رو دارم دیر بهتون میگم. ببخشید که رسم عاشقی رو بلد نبودم. ولی خب حالا دلم میخواد خارج از این رسم و رسوم حرفامو بهتون بزنم.
من به شما علاقه دارم. آرزوی بزرگم زندگی کنار شماست. با من ازدواج میکنید؟ توبم شکسته از تو کجا گریزم، وی در دلم نشسته از تو کجا گریزم، از تو کجا گریزم. خوابی؟ نرگس همه چی برام تعریف کرد. با کیمیا حرف زدی، حرفای دلتو زدی. میدونی پیمان جان، مادرها خیلی هنر رو دارن. یکیش هم اینه که حرفای نگفتی بچه هاشون هم میشنن، نه از زبونشون و از رفتارشون میفهم. منم حرفای دلتو شنیده بودم، میفهمیدم، مخصوصا وقتی از خرمشهر برگشتی. حال روزتو خوب میدیدم، ولی شک داشتم. کیمیایی که 6 سال پیش میخواستیشو به یکی دیگه بلگو با کیمیای امروز فرق داره پسرم. اون الان یه زن مطلقه است با یه بچه 5 ساله. خدایی نکرده نمیخوام ای بی رادی روش بذارم. اون هنوز هم عاقل باهوشه. کیمیا هنوز هم با محبت و دوست داشتنیه. یه زن فداکار که حاضر شده بچه دوستش با 1000 سختی بزرگ کنه. ولی بازم شک دارم. نه به اون، به تو شک دارم. به این که میدونی چی کار داری میکنی؟ انتخابت از روی آگاهیه؟ با عشق علاقه میخوای ازدواج کنی یا اینکه دونم دارم چی کار میکنم. من کیمیا رو با همه چیزایی که گفتین میبینم و میخوام. خانوم کیمیا جون کجا هستن؟ الانو کیمیا مامان جان سلام. سلام مامان. بابا 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 شما دارم بزنیم احمد بابا میشه جان سایدم بریزید روز دست شما. خانم پارسا، حال شما؟ خیلی ممنونم. تو چطوری؟ چیکارا کردی امروز؟ ببینم. نمیدونی. ولی آزاده خانم، بودو بیا ببینم. ببریم برات کادو گرفتم. این مال شماست. بیا آفرین. بودو. بودو برو پیشم. بودو، 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 بودو. اول بوس، اول بوس. آخیش. مال شما. بفرمایید. بفرمایید. ای گفتی از کدوم آواز میشه؟ ناخه از این بر. ای وای ای وای. بسم
الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سرکار خانم کیمیا پارسر فرزند فرلو به بنده وکالت میدهید شما را به حق و اعتراض و جانب آقای شما نام فرزند حجی با فهر و محمود یک جلد کلام الله مجید یک دست آیینه و شهرا با اجازه پدرم و بقیه بزرگترهای معصومه خوب یه ذره آب میریختی همه خاک رفت تو حلقت آخه واضح میشه سلام سلام علیکم سلام سلام خوش اومدین خسته نباشید آخه خیلی زحمت خوبی دستتون درد نکنه خوب الحمدلله تا باش از این زحمت آره با چه حوض خوبی داره خیلی باحالش نکنه بله سلام آرش نه اینجا خبری نیست آره مادر جون دیگه رسیدی فوراً زنگ بزنیم ما به دلشونه نیفتیم بیمان جان کی بیا هم داشته بود شده کیمیا حواستون به خودتون باشه مامان جان تلفن کنیم به سلامتی انشالله انشالله خوش بگذاریم به به دست شما با آدم پرتغال بخوره یه خجالت ریشه جان این چای زغالی که بالشو به ما دادی که این یه ده دقیقه یه رو دیگه جلوتر برسیم اونجا کنار رودخونه جای با صفحه خستگی رو در بودم چشم بله. خب من به همه نشون بدم عروس دارم میبرم
مخلصم. تمام درد گرفته خیلی رو خاصی آره. آره مشکلی خیلی بله که آوردم. سلام علیکم بفرمایید. خوب بود سفر؟ سنگینه بپرد. چند ساعت کنم شما؟ بابا 10 ساعت پشت فرمونم. بریم. سلام علیکم مهری خانم، چطور این خوش؟ سلام علیکم. سلام کردی؟ عشق من چطوری؟ داری زحمت های کامل نه بابا کلی برام کیف کردیم قشنگ دادمش چهره بازی آفرین یه دونه دستم بگردم آها برو تو کارنامه برای من بیام ببینم من برم پس آزاده نهی منتظره نه بابا هم دنبالش دلم برش یه ذره شده آخه اونم هم میام کیمیا دارم برای آزاده تنگ شده بردارم میارمش چشم میارمش خود حواست به خودت باشه مامان جان چشم مامان خدافظ دختر خوشگلت سلام دختر قشنگ من سلام چطوری؟ بوس چیو؟ حالا چطوره؟ خوبی؟ عزیزم چیکار کردی امروز؟ نقاشی کشیدی؟ به به چند تا نقاشی کشیدی؟ 5 تا آفرین باریکلا یه مامان این بر سوار شو عزیزم اوخ اشکال نداره چیزی نشو خوشگلم آزاده بیرون نیایا فرزانه سلام خوبم تو خوبی؟ چقدر تغییر کردی یه لحظه به نظرم آشنا اومدی ولی اصلا نشناختمه خوبی تو؟ تو خوبی؟ خوبم آره اینجا چی کار میکنی؟ من که اینجا مهد کودک آزاده است تو اینجا چی کار میکنی؟ آزاده خوبه؟ سرحاله؟ آخه تو اینجا چی کار میکنی؟ من آمدم سری کار بانکی و این چیزا داشتم کیمیا از آرش شنیدم راجع به زندگیتون خیلی هم متاسف شدم اما خب چه میدونم کاهش نمیشه کرد ولش کن خوبین با هم میبینی آرشو میبینم که یه بار بعد جداییتون دیدمش خیلی حالش بد بود پکر بود ولی تو ماشاءالله خوبی رنگ و رود خوب شده خوشگلتر شدی خانم ببینم برگشتی میشه با ما اینا نه خبر نداری من ازدواج کردم دو نه کیمیا ازدواج کردی سم مبارکت باشه قربونه خوشحال شدم ایشالا خوشبخت باشی به زندگیت حسابی پا بگیره و خوب ممنون. وای خیلی دلم میخواد بیشتر با حرف بزنم میتونم تو هم گرفتاری منم باید برم دیگه دیر شده خوشحال شدم از سیزی دلم میام حتما میشنم با هم حرف بزنم آره حتما قربونه دارم خیلی خوشحال شد آزا در ببوس باشه وای قربونه دارم
زنده ای؟ من امروز آرش رو دیدم. دو سه روز آمدم. نگرانم نباشین، دو سه روز دیگه دارم برمیگردم. بهش بگین دنبال درد سر نگرده. بهش بگین حق نداره به زندگی من و بچه‌م نزدیک بشه. میگم خیلی کار خوبی کردی، این عکس رو بزرگش کردی یا اینجوری همچین جانفشانیات بیشتر به چشم میاد، درست میشه. چرا همش تو فکری؟ نگران نباش، من نمیذارم آرش با آزاده نزدیک بشه. گوش کن آقای وکیل، من برای عدالت خواهی اومده بودم اینجا. اگر اینکه بگی این قسمی که خوردی مثل بقیه آرمانات کشک بوده و واسه نونه. تو اصلا اونو نمیشناسی. کاری نکن یه آتیشی بندازم تو زندگیت که هیچ جوری نتونی جمعش کنی.